دوست دارین عبارت ها و جملات مربوط به مکالمات انگلیسی پای تلفن رو یاد بگیرین، تا آخر این ویدیو همراه ما باشین. سلام بچه، من میسا هستم and I'm back with another video for you guys. با یک ویدیو دیگه برای شما برگشتم که یک ویدیو جدید در از سری ویدیوهای مکالمات کاربردی رو با هم داشته باشیم که این ویدیو هم مثل همیشه به درخواست شما براتون ساختم. امیدوارم که لذت ببرید و کلی دوستش داشته باشین. اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنید و زنگوله بغلش هم روش کلیک بکنید، شما همیشه اولین نفری خواهیم بود که ویدیو ما رو می‌بینین، لذت می‌برین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد می‌گیرین. خب بچه، من مطمئنم بارها و بارها براتون اتفاق افتاده که مثلا زنگ زدین خونه دوستتون، بعد حالا انگلیسی صحبت میکردین، یا مثلا یکی از همکلاسیاتون، یا مثلا زنگ زدین به دکتر وقت قرار یا مشاوره میخواستین بگیرین و توی همه این شرط با انگلیسی صحبت میکردین و خب یه سری جملات و لغات مربوط به حالا این مکالمات رو نمیدونستین. امروز میخوایم 11 تا از جمله‌هایی که خیلی به درد بخور و پرکتیکال هستن و میتونین توی مکالمات تلفنیتون ازشون استفاده کنیم رو با هم دیگه یاد بگیریم. خب خیلی بی وقفه، بریم سراغ اولین جمله. اوکی، the first sentence is hello. Hello means سلام، you know it. Hello, am I through the water company? Am I through the water company؟ من به شرکت آب، با شرکت آب تماس گرفتم. So am I through the water company means من با تماس گرفتم، حالا با هر چیزی، اینجا میتونه هر شرکتی باشه. مثلا am I through the Mr. Pattinson clinic، مثلا من با کلینیک آقای پاتینسون تماس گرفتم، پس اونور میتونه هر چیزی باشه. am I through یعنی همون من وصلم به کمپانیه، من تماس گرفتم به کمپانیه، این معنی رو میده. Number two is Could I speak or talk to Mr. Robinson please. میتونم با آقای رابینسون صحبت بکنم. مثلا تماس میگیریم با آفیس آقای رابینسون، میگیم که Hello, could I speak to or talk to Mr. Robinson please. بعد حالا بچه اینجا دقت کنید، ممکنه اون منشیش یا اون سکرتریش بهتون بگه که I'm afraid that Mr. Robinson's line is busy now. I'm afraid that Mr. Robinson's line is busy now. متاسفم خط آقای رابینسون الان شلوغه، یعنی اشغاله. Mr. Robinson's line is busy now. دقیقاً دیدیم ما تماس میگیم که it's busy now، یعنی اشغاله. Could you leave a message؟ میتونین یه مسیج بذارین؟ بچه ما میگیم مسیج میذاریم، انگلیسی زبان هم میگن مسیج رو leave میکنن، یعنی رها میکنن. Could you leave a message؟ میتونین یه مسیج بذارین؟ خب الان آنکوین تو جمله 3 دقیقاً همینه. Can I leave a message؟ میتونم یه مسیج براشون بذارم؟ Can I leave a message؟ میتونم یه مسیج براش بذارم؟ Number 4. We were talking but suddenly we were cut off. ما داشتیم صحبت میکردیم، خب گفتیم انجی دیدیم جی رو تلفظ نمیکنیم. We were talking، ما داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، but suddenly، اما یوهویی، we were cut off، قطع شدیم. So cut off means یوهو تلفن قطع شدن، یوهو قطع شدن. We were talking but suddenly we were cut off. Cut off. بچه ها پرونانسیشن شو دقت بکنین، بهتون قبلا گفته بودم اگر دوتا لغت داشته باشیم، excuse me، که لغت اولمون با یه کانسوننت تموم بشه و لغت دومم، حالا هر چیزی که میخواد باشه، الان مثلا اینجا پریپوزیشنه، با یه واول شروع شده باشه، اینا رو یکیش میکنیم، cut off، ناکنیم cut off، میبینین انگار یه لغت میشه. So we were cut off. We were talking but suddenly we were cut off. یهو تلفنم قطع شد. I'm still sick. بچه من همچنان سرما خوردم و حالم خوب نشده. Okay. Number 5. Excuse me. ببخشید. Excuse me. Who's calling?
کی زنگ زده؟ یعنی شما کی هستین؟ بچه who's calling، دوباره جی رو تلفظ نمی کنین. who's calling یعنی شما کی؟ کی پشت خطه؟ کی پشت خطه؟ نمیتونیم لغت به لغت تو فارسی ترجمهش بکنیم چون معنی خیلی قشنگی نمیده. پس excuse me who's calling یعنی ببخشید کی پشت خطه؟ و دقت بکنین بچه ها، پشت خط وقتی میخواین صحبت بکنین و خودتون رو معرفی بکنین از I am یا I'm my name is اینا استفاده نمی کنین. معمولا از it's or this is استفاده می کنین. میتونین بگین it's Tom، من Tomم، or this is Tom، Tomم. پس هم میتونین بگین it's که contraction it is هستش، هم میتونین بگین this is Tom، من Tom هستم. یه نکته دیگه هم بگم، همچنین وقتی مثلا توی مهمونی رفتین، مثلا با یکی از دوستاتون رفتین، میخواین دوستتون رو اینترودیوس بکنین، مثلا صاحب مهمونی میگه او هوز شی، کن یو اینترودیوس هر تو می پلیز، اون کیه میتونین به من معرفیش کنین؟ میگه یس اف کورس دیس از مای فرند ایتس مثلا هانا، مثلا دوستم اسمش هاناه. همچنین برای معرفی کردن یکی برای بار اول به یکی دیگه معمولا از it's یا this is استفاده می‌کنیم. It's Hannah or this is Hannah. She's my friend. این هاناه، دوست منه. پس پای تلفن و معرفی از it's یا this is استفاده می‌کنیم. Number 6. خب بچه قبل از اینکه بریم سراغ number 6، imagine that you're at home or you're at your office and suddenly the phone rings. فکر کنیم که توی خونه این یا توی دفترتون هستین، معمولا تو خونه این اتفاق میفته، تو دفتر منشی تلفن جواب نه. So let's imagine that you're at home and your phone rings. تلفنتون زنگ میخوره. Nobody answers it. هیچ کی جواب نمیده. خب بعد همیشه مامانا چی میگن؟ Somebody get the phone please. Somebody get the phone please. یکی تلفن رو جواب بده لطفا. پس somebody get the phone please یعنی تلفن یکی جواب بده. خب من این جمله رو اینجا براتون بنویسم به عنوان یه جمله اضافه. Somebody get the phone please. پلیزش هم نمی‌نویسیم چون خیلی مثلا محاوره داره صحبت میکنه. So یه بار دیگه، imagine that you're at home and all of a sudden your phone or your telephone rings. Nobody answers it. هیچ کی جوابش نمیده. So your mom says, somebody get the phone. یکی تلفن رو جواب بده. بچه اینجا رو دیدی من چجوری گفتم؟ get the phone. انگار این دوتا رو یکی کردم. چرا؟ چون این با تی تموم میشه. درسته که این با th تموم میشه، ولی یکیش با th شروع میشه، ولی یکی میکنم. get the phone. ببینید تی رو میارم بین دوتا دندونم که خواستم درم تلفظ کنم، ده باهاش تلفظ بشه. نگاه کنید. somebody get the phone. get the phone. میبینید یه جوری آوردم بین دوتا زبونم که همین تیه ادا بشه، همون تیه. پس your mom says somebody get the phone. یکی تلفن رو بگیره، بعد شما مثلا volunteer میشه، میگین که I'll get the phone or I'll get the telephone. من میگیرمش، من برش میدارم. پس تلفن رو بگیر یعنی تلفن رو برش دار. So I'll get it, I'll get it, I'll get it or I'll get the phone, I'll get the telephone. خب اینم از این. بریم سراغ جمله هفتم ببینیم چی گفته. گفته که hang up and try again. یعنی قطع کن دوباره بگیر. خب بریم سراغ جمله هشتم. بچه ها فکر کنم که خیلی بردون اتفاق افتاده که مثلا مزاحم تلفنی داشتین یا مثلا یکی هی زنگ زده فوت میکرده قطع میکرده. حالا این مزاحم تلفنی ها رو چجوری بگیم؟ میتونیم بگیم We're having crank calls. Crank calls همون تلفنای مزاحمت ایجاد کن، مزاحم تلفنای همون مزاحم هاست دیگه، بهش میگیم crank calls. پس we are having crank calls recently. مثلا میتونیم بگیم ما اخیرا مزاحم تلفنی داریم. مثلا somebody calls but doesn't speak. یکی زنگ میزنه ولی صحبت نمی کنه. خب حالا بچه من میخوام دو تا لغت بهتون، یعنی دو تا تقریبا اکسپریشن یا ایدیم بهتون یاد بدم که فکر کنم برای بعضیاتون اتفاق افتاده باشه. البته یه ذره ممکنه یکیش یه لغتی داشته باشه که یه مقدار آفنسیو باشه، یعنی لغت زیاد جالبی نباشه،
ولی خب این یک ایدیمی هستش، یعنی در واقع یک ایدیم و میتونیم بگیم که phrasal verbی هستش که ما استفاده میکنیم برای اون دوتا حالت. Okay, the first situation is when you drink too much alcohol and when you get drunk, you start calling your old lovers or your old ex-girlfriends, ex-boyfriends or whatever. وقتی که خیلی مشروب میخورین، خیلی دیگه when you get drunk، وقتی خیلی مست میشی شروع میکنین زنگ زدن به عشقای گذشته تو. میدونین دیگه از این کارا که مثلا تو تلویزیون تو فیلم ها مثلا ممکنه ببینیم و اینا، شاید بر خودتون اتفاق نیفتاده باشه ولی خب ممکنه مثلا تو فیلم ها دیده باشی. به این سیچویشن اول، به این حالت وقتی که خیلی درانک هستین، خیلی حالت مستی دارین و شروع میکنین زنگ زدن به بقیه، به این حالت اینو اینجا مینویسم با عنوان extra information. به سیچویشن اول به این حالت میگن drunk dial. Drunk dial somebody verb. میتونید به عنوان verb استفادهش کنید. مثلا مثلا last night you drank too much alcohol, you called your ex-girlfriend and the next morning she calls you and she says, oh, you called me last night. تو دیشب به من زنگ زدی. And you say, oh gosh, I'm sorry, I drunk dialed you. من از رو مستی به تو زنگ زدم. هیچ دفینیشن فارسی واقعا نمیشه براش پیدا کرد چون یه چیز مربوط به، یعنی ما تو فارسی نداریم واقعا. So you can say, oh gosh, I'm so sorry, I drunk dialed you. من از رو مستی به تو زنگ زدم. پس it's a verb, یه verb. حالا the second situation is the time that, for instance, your phone is in your bag. All of a sudden, it calls somebody by itself. خودش خودش یکی رو میگیره. یا مثلا, all of a sudden, you just push a button and you call somebody without even knowing it. یهو دستتون میخوره روی دکمه، به یکی زنگ میزنی، خودتونم مثلا نمیفهمید. خب؟ حالا, از اون بر دوستتون برمیده میگه hello, are you there? Why don't you speak? چرا حرف نمیزنی اونجایی؟ بعد پیش خودش میگه oh, I guess, مثلا فکر میکنم که Tom has but dialed me. But dial somebody یعنی اینجوری یه دستت بخوره یکی رو بگیری. بچه دقت کنید drunk dial جداه، drunk dial somebody، ولی but dial یکی به هم چسبیده. بچه I'm so sorry but is the lower part of your body, your back. اینجا اون but میشه I'm so sorry to say that. واقعا ببخشید اگه میگم، خب باید بهتون یاد بدم دیگه. But means باسن. Okay, and but dial. So sorry to say that. But and but dial means انگار مثلا با باسنتون بگیرین رو گوشی یکی رو بگیرین، اون میشه but dial. و خیلی اینفورماله بچه ها، خیلی اینفورمال هستش. ولی مثلا میتونیم مثلا دوستتون بهتون میگه که last night you called me and you didn't answer and you called me and you weren't talking. به من زنگ زدی ولی صحبت نمی کردی یا مثلا حرف نمی زدی. تو میگی oh sorry, I guess I but dialed you. فکر کنم که دستم خورد گرفتم. این but dial یعنی دستم خورد گرفتم. پس این دوتا چیز اضافه بهتون گفتم که داشته باشین چون خیلی به درد بخوره. خودم خیلی دوستشون دارم و اصلا رفت داشت دیگه بین رو رفت داشت. پس دوتا چیز بهتون یادم و ببخشید اگر که یه ذره این لغت جوری بود دیگه، من مجبورم بهتون بگم و بهتون یادش بدم. خب number 9, it seems like we've got a crossed line. It seems like we've got a crossed line. یعنی چی؟ بچه cross line وقتی که تلفن خط رو خط میشه cross line میشه، یعنی دوتا خط اینجوری افتاده رو هم cross شده، به هم دیگه برخورد کرده. پس مثلا زنگ میزنه میگه Helen, is that you? بعد میگه no, I'm not Helen, I'm for example Sarah. بعد میگه oh sorry, it seems like we've got a cross line. ببخشید فکر کنم که خط رو خط شده. خب اینم از این. پس cross line means خط رو خط. جمله دهم میخوایم یه شماره رو بگیرین، پیشکدش نمیدونین چیه. مثلا پیشکد مثلا چه میدونم آمستردام نمیدونین چیه، میخوایم بگیرین. بعد میگین که do you know its area code. area code همون پیشکدشه یا کد منطقه شه. کد منطقه شو میدونین؟
Do you know its area code? پس area code همون کد منطقه. Area means منطقه. کد که کد. Area code کد منطقه یا همون پیش کد یا پیش شماره. And the lessons is I hear من میشنوم the engaged tone. Engaged tone یعنی بوق اشغال. Engaged tone. It's an adjective. یه adjective. I hear an engaged tone. من صدای بوق اشغال میشنوم. I hear the dial tone. بوق آزاد میشنوم. پس بچه dial tone یعنی بوق آزاد و engaged tone یعنی بوق اشغال. So I hear the engaged tone. I hear the dial tone. Okay. اینم از 11 تا جمله خیلی خوب و پرکاربرد برای صحبت کردن و مکالمه های تلفنی که من دو تا چیز باحال دیگه هم بهتون یاد دادم، ولی خیلی اینفورمال هستن و خیلی نمیتونید تو شرط فرمال با کسی که مثلا یوها مثلا دستتون بخوره به چه میدونم منیجرتون زنگ بزنه نمیتونید بگید بات دایل دیو، خیلی زشته دیگه. پس خیلی اینفورمالن، لطفاً دقت کنید واسه کی استفادهشو میکنین. امیدوارم که لذت برده باشین. اگر دوستش داشتین give it a like and just tell your friends to watch it too. به دوستاتون هم بگین نگاش بکنن و در رابطه با تخته نگران نباشین. من عکسش رو توی چنل تلگرام براتون آپلود میکنم، میذارم که قشنگ جمله ها رو ببینین با دقت اگه میخواین نوت برداری بکنین. و لطفاً اگر سوالی دارید، اگر جملات دیگه هستش که فکر میکنید مثلا اینجا نبوده و شما تو ذهنتون هست، میتونید اینجا کامنت بکنید، من تو کامنت میبینم جوابتون رو میدم. و مثل همیشه حرف آخر، لطفاً اگر موضوعی مد نظرتونه که دوست دارین در رابطه باهاش ویدیو درست کنم، حتماً به من بگین. تا ویدیو بعدی، لغات بعدی، جملات بعدی، سی یو سون، بای بای.